خوش آمدید هموطنان ناظرین به ادامه ویژه برنامه شب یلدا و ما کوشش میکنیم که بهترین لحظات برای شما هدیه بکنیم و از هر اقشار جمعه همین قسمی که پیشتر گفتم برای شما مهمان دعوت کردیم تا باش از یلدا قصه های داشته باشن. حالا کرشمت جای دیگه رفته و نمی‌فهمم تصمیمش چی است، چی میخواد بکنه و ببینیم که خودش چی میگه. بله، تصمیم به این است که با همکار نازم بیشتر صحبت هایی داشته باشم، بشنوم که چی آماده می سازه. مسکا جان، پس به ما میشه بگوی مسکا جان چی آماده می سازی؟ خب اینجا خود سالات میوه آماده کردیم که نوش جان کردیم، دیگه جوس داریم، البته میوه مختلف هست. حالا باز می خواهیم علیمه ما آماده کنیم. خیلی خوب، خیلی جالب است که کرشمت جان گفتن که علیمه باز ما پخته میکنم. بله، چون در بخش دوم البته همکار خیلی خوب ما، سی همکار نازنین ما در کنار شما می باشه، برنامه رو تقدیم شما میکنه، سیار جان، شبانه جان و همچنان زرمینه جان که باز بخش بعدی ما حتما کوشش میکنم با مسکا جان همکاری داشته باشم. بله، تا تنها نمونه، دیگه میگن همیشه باید کمک کرد. ما ان شاء الله برای همکاری می داشته باشم مسکا جان. و حالا هم مهماندار هستیم. بله، چی خوب است که همین جان به معرفی بگیره. بله، ما قسمی که گفتم مهماندار هستیم، یه خانواده که هم مساله شب یلدا را تجلیل میکنن و از این شب یاد میکنن و خاطرات خیلی جالبه مطمئن هستم که در زندگی خود دارن. رخسار فتح زاده، شکوفه فتح زاده، حلیمه فتح زاده، سه خواهر بسیار مهربان با ما هستن. خوش آمدین، صفا آوردین، شب یلدایتان مبارک. تشکر، زنده و سلامت باشید. من هم به نوبه خود سلام های خود را تقدیم هم هموطنان نزدیم میکنم. خدا کنه که خوب و صحت و سلامت باشن و شب یلدا را به خوبی و خوشی سپری بکنن در کنار همدیگر. بله، ممنونتان، شب یلداتان مبارک. تشکر، زنده باشید. بفرمایید عزیز دلم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب یلدا و وصف بی مثالش، خداوندا مخواه هرگز بسالش. شب یلدا فراتر از همه شب، نبینی هیچ کس افتاده در تب. ما هم یعنی جا داره که شب یلدا را به همه عزیزان تبریک بگویم، خصوصا به شما کرشما جان و همچنان به مادر جانم و ماما جانم که در استودیو حضور دارند و به همه هموطنان عزیزم که در خارج از افغانستان و بیرون از افغانستان هستند، یعنی شب یلداشان تبریک میگم. ممنونتان، زنده باشید. خب ما هم به نوبه خود اول سلام تقدیم میکنم به همه جان، کرشمت جان، و یک سلام خاص خود خدمت هموطنان عزیز که همین اکنون ما را از پرده تلویزیونشان تماشا میکنن. و ما هم به نوبه خود شب یلدا را برایشان مبارک باد میگویم، با امید که یک شب یلدا پر از صمیمیت و محبت در کنار فامیلشان داشته باشند. انشالله، آرزومند هستیم. خب میشنویم از شما در مورد شب یلدا که همیشه چگونه تشکیل میکنیم. خب قسم که دوستا همه میدانن شب یلدا بزرگترین و طولانی ترین شب در طول سال میباشه. ما همین شب را به بسیار هم تو با شکوه تجلیل میکنم، البته در بین خانواده ها و اقارب و دوستان خود دیگه. در این شب که هست ما زیادتر دیگه همه دوستا و فامیل های ما که هست تمامشان در یک خانه جمع میشن اینا و در اوجه شب یلدا را از شب تا صبح ما میشینیم و قصه ها و یاد های از سابق. در اینجا ما مثلا قصیده خوانی است و غزل است و بعض از شعرهای دیگه است که ما اینجا میاییم و میخوانیم و امیقسیم تا طلوع صبح میشینیم و از این شب هم تجلیل میکنیم. بسیار خیلی خوب. حالا دیگه امین جان لطف میکنه سوال سوید و خرای زیبار. بله، یک سوال میخواستم از بانو علمه بکنم. باز خانواده که شما تجلیل میکنین این شب، درست؟ در ابتدای شب باید که غذا نوش جان بکنین، کی آشپزی میکنه از بین شما؟ خود هم تان لایق هستی رخسار جان، تشکر. رخسار این طرفی طرف سعی کرد مگم نه خیشوی آشپز خانه ما کس معمولا سر رخسار جان می باشه. خود چی می کنی ما تا کنا باشه دیگه مرا صبر است. نه چی کشی دوست داری ما می فهم خب حتما یکیشان زنزوا میکنه، یکیشان حتما کمک میکنه دیگه. حالا بفرما اینجا. بله، ببینیم فعال سه خواهره، بفرما بانو. تشکر. شما؟ خدای خیر. ولی درست بخوانه این دیگه. شما؟ نشه غلط بخوانه با ما بگیرم از پیش. هر کدامشه اگر لطف کنین ما بخوانم خوبتر. الان با تو نه نه خب از یک شما میخواستم ما بخوانم خواهد. ها بیا بخوانه مرا بفرما. باش که بعد با دیچاوکی خود پس دوباره میشنم.
بخوانی شما بفرماییم. خوی اینک نوبت ما است. پیشرفت و ارتقا در امور مورد نظر یا کارهایی که برای انجام آنها تلاش و کوشش پیگیر و مستمر می نماید که این کوشش ها تو هم با موفقیت ها با موفقیت های بسیار عالی همراه خواهد بود انشاءالله. ماشاءالله انشاءالله که موفق می باشی. ما بخوانم؟ بله بله. خب قدرت و توانای خود را جدی بگیرید. به جای غرق شدن در مشکلات مالی قدردان نعمت های زندگی خودتان باشید. ازدواج و وفاداری آرزویی است که بسیار به دنبال آنها هستند. از حمایت صاحب کار خود شگفت زده خواهید شد. بله و نتیجه فعال شما میگه که شما یک آشپز خیلی خوب هستید. در آینده میتونین که یک آشپز خیلی خوب در یکی از هتل ها باشین. دیگه شما بگویم؟ نه دیگه صحیح شما بگو. میگه احساس موفقیت از یک موضوع شادی و موفقیتی که از شخص مورد علاقه به شما میرسد مورد مهر و عطوفت شخصی قرار میگیرد که دوستش دارید و سبب علاقه بیش از بیش شما نسبت به او میگردد. خوش بود. علاقه زیاد پیدا میکنی نسبت به همین جان. ما علاقه من شدم که یک بار ما فالخه میبینم. بله. که چی انتخاب میشه؟ بفرما. مقصد درست بخوری. باش من خود درست میخوام. نه نه همینجا هست. من میگیم فقط خودت ایره دیگه ما بخوانم. گرفتم در دست. حالا میبینیم که دایی ورق بیا چی نوشته شد. مقصد درست بخوانی گفته باش من. خواسته ایست. من میگم اگه خودتان بخوانین کرشمه جان خوب است. آخه. چیزای دیگه داشتی صفحه نکنه. نه نه دوستان بیرینی بسیار یک فال طولانی هستم. نتیجه فال شما البته کرشمه جان. بله بله. کار یا هدفی که شما به منظور اتمام آن تلاش میکنید یا هم اکنون در حال تلاش مستمر با پیگیر و پیگیر بر روی یک کار یا یک هدف معین هستید با موافقت کامل به نتیجه عالی منتهی میشوید. یعنی میرسید به خیر به نتیجه خیلی خوب که انشاءالله برسید. دیگه من آرزو دارم که خود به مقله های موفقیت برسی، به مخواست های دلت برسی و با نورخسار که شوخی کردم شما بدون شک یک آشپز خیلی خوب هستین، با نور خیلی خوب هستین، آزرده نشین، کار نشین، یک قسم بد سعی کردی کامران. نه دیگه تو من نکنین دیگه بگو بعد با سال کردن مرا خود شطور دیدی من ندیده بودم. خب یه خاطره جالب اختیار بدست خودتان است که از درسته بله. کی میخوای بگوی؟ از این شب یلدا علیمه؟ البته جمله رو دیگه میجاد بگو تو بگو کلان است یک کول است. اگر خاطره جالب بیاتان نیست یک آرزوی که بردل دارین به خاطر سال آینده تا سال آینده که یعنی یک آرزوی هست میخوای برای خاطره داریم داریم پس شبیه الان شبیه است. بله بله. خب یک خاطره خود برتان میگم که یعنی یک خاطره است که هیچ وقت اینه از فراموش ما نمیشه. خب یک شب یلدا بود دیگه تمام عمه و کاکایمشان در خانه ما بودن تا 12 شب همو تو ششتم کل ما دیگه بعد از او پدر و مادر ما امرای عمه و کاکایم رفتن در دیگه اتاق ما دخترها آمدیم در دیگه اتاق ششته بودیم دیگه همو تو دبین خود شرط بسته بودیم که هر کس در تا 5 به صبح بیدار بود دیگه یعنی جایزه داره هر کسی که خبر بود یک تا جزام داره دیگه همی طور دیگه ششته بودیم دیگه تربوز هم در پیش ما بود تربوز خورده بودیم و هوش مانده بود داخل از امون کاسه بعد از توفنچه های خورد کس نی اول که مندازه و پاشمیت در تفلاک زیتر میگیره از زیره گرفته بودیم او تربوز داخل از امی توفنچه هم داخته بودیم گفته بودیم هر کس که خبر جزای شنمی کن تمام هوی توفنچه هم داخل از امی نازیم خوب همی تو دیگه تصادفاً امی اولین کسی که دبین از اینا خواب رفتن ما بودم دیگه پلانش هم سر خودشان یک وقت متوجه میشم که تمام دخترمان در بالای سرم استاد هستن دیگه یکشان تفنچه را گفت تمام او طرف زد دست دیگه همه یه سپری سپر یک سطل آب سرد می آوردن برای خودت میریختن و بعد بیدار میشید. نه سر نبود او تربوز بود از او چه بهتر یک وقت متوجه میشم تمام امروی یک قسم چست. خب از شما هر دو البته آرزویی که بر دل دارین تا سال آینده مشونه شوفا جان جان بفرما شوفا جان. خب آرزوها خود زیاد است انفرادی و آرزوهای جمعی. در اول میخوایم یعنی آرزویی که همه خواستارش هستن صلح سرتاسری در کشور ما
دیگه امیدوار هستیم که بخیر تا سال آینده تا شب یلدای آینده انشالله که سلو سرتاسری تا به افغانستان ما بیاید که همگی بتونن در خانه های خود به آرامی و آسایش زندگی بکنن و از این شب یک تجلیل بسیار خوب را به عمل بیارن. و بعد هم آرزوی ما برای نسل جوان کشور ما ای است که دست به دست هم بدیم تا که کشور را بسازیم. فعلا نسل جوان افغانستان ما هستیم، ما مسئولیت داریم در مقابل کشور خود، یعنی تا که ما نکنیم طبعا که هیچ کسی دیگر نمیکنه. پس بیاین که با هم متحد شویم و کشور خودم یک کشور با ثبات و امن بسازیم. بله. خیلی خوب. و شما؟ ما؟ اگر ما یک خاطر جالب ما بگویم بهتر است. بفرما بگو. خب قسمی که ما اون طرف کتاب فال حافظ دیده بودم، یکی از امو چی میگن به حساب خاطره های جالب زندگیم باید اومد تقریبا 4 سال پیش فکر کنم بود. خانه عمم شون بودم دیگه، ما قسم شب یلدا بود چون شب دور به دراز بود و قصه و چیزا تمام شد. قسمی که خبر دارین دختر زاد علاقه در فال ببینه. بله. ما گفتیم خیبریم فال ببینیم. این دخترها عمم گفتن که کتاب فال در اتاق خی بچه عمم است. گفتیم خیا کلشان خواص چطور کنیم؟ که بره خری میگیریم. این داخل اتاق شدیم دیگه تاریکی بود. این رفتیم خود انواری در طرق و پرق و طرق. این دیگه این بچه عمم از خواب بیدار گفت چی پس؟ ما گفتیم این کتاب کنکور میپالیم. دروغ گفتیم برش. این باز طرق و پرق رفت بچه عمم گفت کتاب فال حافظ میپالیم تو بالاست. وقت فهمیده بود. کمار خنده گرفته بود که چطور دینیم شفا بود. مای قسم نفهم بود. ممنون از شما از که تشریف آوردین، همیشه موفق. تشکر از شما. سلامت زنده باشین. خیلی تشکر، لطف کردین. بفرماین دیگه، من میخواییم شما رو بدرقه بکنم. شما لطف کردین، انشالله برین در خانه امشب باز هم تجلیل بکنین که خاطره باقی بانه در زندگی. تشکر شما، زنده و سلامت باشین. خیلی ممنون، بفرماین. ممنون شما، بفرماین.